بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله لله والسلام و السلام علی رسول الله بینندگان عزیز درود و سلام خدا بر همه شما باد از خدا میخواهیم و بخواهیم و دائما بخواهیم که قرآن را بهار دلهای من قرار بدهد همیشه دلمون سرسبز باشد با قرآن اگر قرآن در قلبی نباشد اون قلب دیگه مثل زمینی است که خشک هست بی آب هست قرآن رحمتی است از سوی خدا همانند بارانی که زمین را سبز می کند قلب ها را سبز و زنده نگه می دارد آیه 92 بودیم که خداوند در مورد یهودی فرمودند فرمودن که وقتی بهشون گفته میشه ایمان بیاورید به اون چیزی که خدا نازل فرموده گفت میگن که ما تنها به اون چیزی که بر ما نازل شده ایمان می آوریم و خداوند فرمود که و یکفرون بما اهو و به اون چیزی که غیر از اون هست کافر میشن ورا چی هست ورا اسمی است برای جهتی که پشت یک چیزی قرار میگیره وقتی چیزی پشت دیگری قرار میگیره بهش میگن اهو پس این کلمه از ظرف هست در زبان عربی میگیم ظرف هست مصدر نداره نمیشه ازش اسم و فعل و اسم فاعل و اسم مفعول از این چیزا درست کرد خب پس اصل این است که حالا معانی متعددی میاد کلمه ورا به معنای کسی که غائب هست وقتی که انسان چیزی کسی را ندیده ورا میشه وراءه پشت سرش مثلا داره حرف میزنه خب چون شخص غائب هست دو کنایه از چیزی است که شما پشت سر گذاشتید یعنی اینکه وقتی شما جلو هستید و دیگری رو پشت سر گذاشتید این میشه ورا پشت سر گذاشته شده میشه ورا این میشه برا درسته شما حرکت کردید جلو هستید از دیگران پیشی گرفتید حالا اونهایی که پشت سر تا هستن ورا تا هستن این میشن ورا همچنین به معنای جستجو و تعقیب پیگیری هم میاد مثلا میگی فلانی پشت سر منه یعنی چی در حال تعقیب من هست در جستجو من هست مثلا خداوند در سوره کهف آیه 79 میفرماند که وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینه غصبا وراءهم یعنی در جستجوی اونها بود در جستجو بود که هر سفینه را هر کشتی را میگرفت بدین خاطر بعضی پنداشتن بر اساس همین آیه که ورا به معنای پشت سر و جلو هم اطلاق میشه اما در این مورد اه اهل لغت میگن که دلیلی وجود نداره پس منظور از بما ورا اهو در آیه یعنی اون چیزی که پس از آن آمده یعنی غیر از خودش که مقصود از این غیر در اینجا قرآن کریم هست خداوند فرمان که قل فلما تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین یعنی اگر مؤمن هستید به اون چیزی که خدا بر شما فرو فرستاده پس چرا انبیاء را میکشید در اون کتابی که نازل شده اصلا کشتن هر انسانی حرام هست شما چگونه انبیا که مبلغان وحی هستند و مردم را دعوت به توحید میدند دعوت به هدایت به نور به رحمت میدن چرا آنها را میکشید در کتابتون کشتن هر انسانی ممنوع شده چه رسد به کشتن انبیا که شما انبیا را دارید میکشید خب در اینجا خداوند میفرمایند که دشمنی با انبیا خوی همیشگی یهودیانه و سخن این ادعاشون که نؤمنو به ما انزل علینا کذب محض است زیرا اگر این سخنشون درست بود گذشتگانشون که وقتی پیامبرانی از میان خودشون برانگیخته می شدن اونها را به تورات و عمل به اون دعوت می کردن نمی خب اونها پیامبران رو کشتن پس اینجا هوا هوس مطرح هست که هر چی مطابق با هوا هوستون هست قبول میکنید اف کلما جاءکم رسول بما تهوا انفسکم هر وقت پیامبری اومد دعوت این پیامبر گفتش مطابق با خواسته های شما نبود رو میل شما نبود فریقا کذبتم و فریقا تقتلون گروه اونها را تکذیب کرد پیامبر خداست دعوت به دین خدا میده به توراتتون میده تکذیبشون کردین نه اینا پیامبر نیستن یا نه را میکشتید خیلی جالب هست میگه پس اگر اینها پیامبران خودشون رو تکذیب میکنن پس چیز عجیبی نیست که محمد را هم تکذیب کنند پیامبران خودشون رو کشتند چیزی عجیبی نیست که بخوان پیامبر محمد را هم بکشند قل فلم تقتلون انبیا این اتمام حجت است که برای زندگان در مورد اون چه گذشتگانشون مرتکب می شدن. چرا که کشته شدن انبیا توسط گذشتگان خودشون عین سباب میدونستن یعنی نسل های بعدی که اومدن عمل گذشتگان خودشون رو درست می دونستن. پس این است که هم یعنی اینکه شما هم شریک هستید اگه پیامبر از خودتونم مبعوث میشد میکشتید و این ادعاتون دروغ هست حالا آمدن فعل تقتلونه قل فلم تقتلونه با مزاره هست با اینکه قتل در نسلهای گذشته رخ داده برای استهزار یعنی اینکه در ذهن خود انسان تخیل و تجسم کنه که این کار قبیه و زشت و انجام داده قرینش هم چیه من قبل تقتلون بیا الله من قبل انبیاء الله جالب هست که انبیاء خدا نه انبیاء دروغین یه وقتی یک نبی به دروغ ادعا میکنه خب این فرد کشته بشه مستحق هست اما وقتی که انبیاء الله شد واقعا نبی خداست این جرم بسیار سنگین است حالا بیم به درس های از, آیه، از این آیه 91 اولا که و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علینا سیغه دعوت که میشه الان دعوت شده بیانگر وجوب ایمان به اونچه خدا فرو فرستاده است میباشه یعنی به هر اون چیزی که خدا نازل فرمودن باید ایمان آورد نه اینکه اگر بر شخص خاصی نازل بشه ایمان بیارند و اگر به شخص بر شخص دیگری نازل شده ایمان نیارند از این رو نفرمودن که آمین و به ما انزل علی محمد چرا که اون چی الان خدا نازل کردن اگر بر کسی دیگری غیر از محمد هم نازل میشد بایستی به ایمان آورد چون قضیه ملاک ایمان به ما انزل الله هست به شخص ارتباط نداره حالا خداوند پیامبران رو انتخاب میکنه هر کی خدا بخواهد پس مهم در اینجاست که آقا شما بایستی به اون چیزی که خدا نازل کرده ایمان بیارید و ایمان به ما انزل الله هم نتیجه شیده که باید به پیامبر ایمان آورد چرا که وحی در ذات خودش مد نظر هست انبیا فقط مبلغ هستند مقید نمودن قبول کردن وحی خدا به شرط نازل شدن بر شخص معینی مثلا یا از ملت معینی باشه تعدی و اهانت به خداوند متعال به حساب میاد و بیانگر این میشه که رحمت خدا باید در قید و بند هواهای نفسانی گروه خاصی از بندگانش باشه میگه من ایمان نمیارم مگر اینکه بر فلان فردی از امت ما از ملت ما نازل بشه خب این تعدیس بر حق خدا خداوند هست که برای چه کسی را انتخاب بکن علا من یشا و من و بعد میخواد رحمت خدا فضل خدا را در گراب هوا و حوث های نفسانی خواسته های یک گروهی و یک ملتی قرار بده یک ملت خودش رو برتر میدونه میگه بعد در ما باشه فقط که خداوند را میخواهند که در بر اساس خواسته های اونها حرکت کنه سومین درس دومین دو درس این کتابی که بر محمد نازل گشته حاوی همان مزامین و مفاهیمی است که بر موسی و عیسی و همه پیامبران دیگه نازل شده بدین خاطر پیروان محمد صلی الله علیه وسلم هم امر شدند که به اونجه بر سایر پیامبران الهی نازل شده ایمان بیارند چرا که دین همهشون اسلام بوده و بندگی برای خداوند یکتا بگویید ایمان آوردیم به اون چیزی که خدا بر ما نازل کرده و قبلا نازل کرده صفات متقین هم در ابتدای سوره بقره میخونیم والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلك. به قرآن و به اون چیزی که قبلا نازل شده همه ایمان دارند این صفات متقین هست پس ما به کتاب های قبلی توراتی که بر موسی نازل شده انجیلی که بر عیسی نازل شده ایمان داریم به خاطر اینکه بر چون از سوی خدا بوده اصل اون الان دوچار تعلیف شده قضیه دیگری است اما ما ایمان داریم به اینکه خداوند بر موسی تورات نازل کرده بر عیسی انجیل نازل کرده ایمان داریم بهش وقتی ایمان به تورات و انجیل داشتیم به موسی و عیسی هم ایمان داریم خب از مباحث مربوط به بلاغت در این آیه یکی اینه که برای بیان حق بودن اون چیزی که آنها بهش ایمان نیاوردند و بهش کفر ورزیدن از جمله حالیه استفاده گشته و بما وراءه زیرا جمله حالیه بر تقدم ثبوت مضمونش بر اتفاق افتادن قید آن دلالت دارد و آنچه به آن کفر وزیدن پیش از کفرشان نیز حق بوده است یعنی اینکه وقتی می‌فروند که و یکفرون بما وراءه و هو الحق جمله حاليه اومده ويكفرون بما وراءه أصلا قبل از اينكه بش كفر ورزن اين حق بودي حق است تو كفر ميبورز وهو الحق ويكفرون بما وراءه در حالي كه هو الحق كفر ميبورزان در حالي كه اون حق است قبل از اينكه آقا تو كفر ببرزي اين اصلا خودش حق است كفر ببرزي نورزي حق و تغییر نمیده حق هست در ذات خودش حق هست خب درس چهارم مورد خطاب قرار گرفته جدن خلف با اون چی در مورد سلفشون اتفاق افتاده میخواد انسجام و همبستگی یک امت یک ملت رو بیان کنه اخلاق و منش های مشترک میان افراد اون ملت مانند یک شخص واحد هستند چه رو را این راه و روش گذشتگان رو قبول دارن وقتی راه و روش گذشتگان رو قبول کردن همون حکم اونها رو دارن کاری که گذشتگان انجام دادن هر جنایت انجام دادن شما قبول کنید رو همون فکر برید رو همون راه بروید شما هم شام همانند اونها هستید اونها انبیا را کشتن میگی فلی ما تقتلون انبیا الله پس چرا انبیا را میکشید وقتی که بهشون گفته شد ایمان بیاورید گفتن نه ما ایمان نمیاریم به غیر تورات گفت پس شما هم مثل اجدادتون هستید انبیا را کشتند اگه راست میگید ایمان دارید به تورات بس بایستی به قرآن ایمان بیاورید پس هر امتی که گذشتگانی داره صاحب یک فکری بودن الان دنبال اون فکر هستند در کار اون امت اون ملت اون بزرگانشون شریک هستن و به اونها هم نسبت داده می شود وقتی که میاد میگه که آقا قرآن تحریف شده اجماع نقل میکنه خب کسانی که بعد میان اگه بخواد اون افراد رو تایید کنه خب عقیدهشون رو تایید کرده دیگه اگه هم منکر بشه بگه نه من اصلا قبول ندارم آقا تا اون بزرگان رو دارید تایید میکنی هیچ حرفی در مورد اونها هم نمیزنی چطوری میگی که من اونها رو قبول دارم سخنشون قبول دارم و پیرو این فکر هستم نه قبول ندارم بگم که مثلا قرآن تعریف شده نمیشه پس منکراتی که از بنی اسرائیل از یهودیان زمان پیامبر یا الان سر میزنه تصادفی نیست بلکه این ریشه داره در یک فکر به خاطر یک فکر هست وقتی که داره جنایتی میکنه میکشه به خاطر این فکر هست که این به نسل های دیگه رسیده وقتی فقط میگه که هر کس به اون فکر من ایمان نداره باید کشته بشه مخالف من هست مالش حلال از خونش حلال از دیواروش خراب کن تو دریا غرقش کن خب این به خاطر یک فکر هست داره انتقال داده میشه این فکر درست شده از این نسل به نسل بعدی نسل بعدی به نسل بعد از خودش انتقال میده به همین صورت در کتاباشون اومده در روایاتشون اومده میگه این کار انجام بدید چه عمل کنه چه این کار نکنه یکی از این دو تاست دیگه با عمل کردن و یا با این کار نکردن پس انجام دهنده کفر و تأیید کننده اون یک حکم دارند تقتلون انبیاء الله من قبل انبیاء خود را قبلا می کشتید. اونها این کار مرتکب شدند چون شما این کار نمیکنید کنید شما هم شریک در این جرم هستید شریک در کشتن انبیاء هستید پس هر جایی که یک کار زشتی خلاف دستور خدا رخ بدهد در دورترین نقطه کسی دیگه در جای دیگه اونو تایید کنه شریک اون هست شریک اون کسی است که مرتکب این جنایت شده خب این آیه کافی در حقیقت که اونها را به سر عقل بیاره تا اولا از کشتن انبیا دست بردارن اما اونها به رفتارشون ادامه دادن و چندین بار قصد ترور رسول الله را داشتن شما در تاریخ وقتی میخونید میبینید که اونها قصد ترور رسول الله صلی الله علیه و داشتن چندین بار در مدینه میخواستن پیامبر را به قتل برسونن پس الان همون راه و روش و اجدادشون داشتن این آیه کافی است که اونها دیگه دست از این بکشن این یک جنبه بعد به پیامبر و مؤمنان دلداری میده ثابت قدمشون میکنه که در یابند که یهود هر اندازم توته چینی کنن خدا موفقشون نمیکنه موفق هم نشدن دیگه که پیامبر رو بکشن هر فرق از این امت که به سوی حق دعوت داده بشه به سوی قرآن و سنت پیامبر دعوت داده بشه اما در پاسخ بگی که نه مذهب من این گونه است خب در با این گفتارش و با این کردارش به یهود شباهت داره یهودم وقتی که گفتن ایمان بیاورید به چه خدا نازل کرده گفتن نه ما فقط به اون چیزی که بر ما نازل شده ایمان داریم وقتی بهش آقا قرآن اینو میگه سنت پیامبر رو میگه نه من چون فلان مذهب هستم فلان عالم اینو گفته من دیگه تقلید بر من واجب هست مقلد فلان مرجع هستم دیگه قبول ندارم این همان عمل یهود هست که قرآن اونو مورد نکوهش قرار داد مؤمن خدا فرموده که صفات مؤمن این است که وقتی که به سوی خدا و پیامبر خوانده شوند بگن که سمعنا و اطعنا شنیدیم و اطاعت میکنیم این معنا ایمان هست دیگه شما ایمان به خدا و پیامبر دارید ایمانی به فلان شخص که نیست برای سخن هر شخصی دلیل باید آورد اما برای سخن خدا پیامبر که دلیل نمیخواد که چرا خدا پیامبر اینو گفته دلیل چی که خدا اینو گفته اما فلان عالم وقتی صحبتی میکنه آقا دلیل بیار دلیل بیار پس خدا و پیامبر مرجعیت دارند نه فلان عالم فلان عالم هم از سخن خدا پیامبر گرفتن امکان داره اشتباه کنند وقتی که اشتباه ثابت شد دیگه انسان نبایستی بر اشتباه ادامه بدهد درس بعدی در مباحث به حساب مجادله هست که ساکت کردن مخالف با اقامه حجت از کردار خودش میبینیم که به یهود دقت کنید در اینجا با عمل خودشون ادعا کردن که ما نؤمنو به ما انزل علینا اما خدا با عمل خودشون بر علیهشون اقامه حجت کردن اگه شما واقعا به تورات ایمان دارید پس چرا انبیاء خودتون که با کتاب آسمانی به سوی شما فرستاده شده بودند اونها را کشتید پس اقامه حجت با عمل نه با گفتار شما گفتارتون چیزی دیگری است اما عملتون چیزی دیگری است این گفتارتون باطل هست اگه واقعا مؤمن بودید نؤمن به ما انزله علینا بود واقعا ایمان داشتید به اون چیزی که بر شما نازل چرا پیامبران کشید پیامبران دیگه هیچ انسانی نباید بکشید بدون حق اما چطور انبیاء خدا را میکشید خب تا اینجا وقت ما تموم شد ان که در برنامه بعدی آیه 92 را با هم مورد بحث و بررسی قرار میدیم تا اون زمان همه ما در حفظ و پناه خدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته